درود دوستان، با درس 13 نامه نویسی که همون درس 3 شکایت کردن میشه در خدمتتون هستم. این نامه یک کمی لولش بالاتره، تقریبا مثلا میتونیم بگیم به اینسه و درس رو پیش میگیریم. خواهش که ازتون دارم این که اپلیکیشن رو نصب کرده باشید که کار من خیلی راحت بشه. من یه سری کامنت ها میخونم و مشخص که اپلیکیشن رو نصب نکردن، دنبال یه سری ویدیو ها میگردن که من 100 گفتم توی اپلیکیشن این رو جوری گذاشتم که همه بتونید پیداش کنید. به خاطر همینه که اصرار دارم اپلیکیشن نصب شده باشه. خب حالا من میخوام اینجا بهشون بگم که مثلا دوباره مثل درس اولی من یک چیزی سفارش دادم، به شتیلن کردم، تو کاتالوگ مثلا نوشته بود 10 €، الان توی قشنون که برای من فرستادی نوشته 50 €. اینجوری جریان درست نیست، من راضی نیستم از کار شما و باید مثلا این کار رو بکنید و اون قشنون رو مثلا تصحیح کنید برای من. مثلا حالا اینا به ذهنم میرسه. اوکی بچه ها، دیگه من یه سری چیزها رو میخوام فاکتور بگیرم، کمش بکنم که ویدیوها طولانی نشه و شما بتونید زمانتون برای یاد گرفتن چیزای دیگه به کار ببرید. فرض میکنیم که میگیم زگرت دامن اون هرن، اینا رو گفتیم. ایک هب با اینن، مثلا ایک هب با اینن مثلا اینه هوزه بشتل نقطه. چیزی که نکته ای که داره گفتم تو درس قبلی هم گفتم، پس میشه بای یمندن اتواس بشتیلن، میشه سفارش دادن نزد کسی. این رو اینجوری حفظ کنید، هیچ وقت یادتون نمیشه که میدونیم نزد میشه بای، کسی هم که مشخصه و میدونیم بعد از بای هم همیشه داتیبه. پس بخاطر همین هیچ وقت یادتون نمیره که ich habe bei ihnen eine Hose bestellt. این تکنیک های یادگیریه. مثلا میخواییم بگیم که توی کاتالوگ مثلا 30 € بود. زی که میشه همون دی هوزه، زی کستت ایم کاتالوگ، توی کاتالوگ دست کاتالوگه 30 €، علامت اورو میذاری. تمام شد. حالا میخوام بگیم توی قشنون نوشته مثلا 35 تا. auf der میگن بر روی، auf der Rechnung. دی قشنونگ auf plus داتیف شده تو این قضیه، آکوزاتیو یا میتونه باشه یا داتیو میتونه باشه، چون تو این قسمت حرکتی نیست، داتیو شده. کسایی که نمیدونن این حرکتی و غیر حرکتی منظورم چیه، توی اپلیکیشن توی بخش داتیو آکوزاتیو نومیناتیو این توضیحشو دادم، اسمشو گذاشتم آکوزاتیو داتیو، میتونین اونجا ببینید. auf der Rechnung steht aber 35 €. نکات بچه ها، یه جایی مثلا شما میخواییم بگین که فلان جا نوشته فلان چیز، مثلا این دنبوخ مثلا اینجا میخواییم فرض کنیم که مثلا به فارسی نوشته شده. اگه بخوایم اینو بگیم چه جوری میگیم؟ توی آلمانی میگن این دم بوخ شتت، یعنی ایستاده، مثلا اگر بخوایم ترجمهش کنیم، یا از فعل شتهنه دیگه، ولی منظور اینه که هست. یا میتونید بگین ایست گشریبن، یعنی در واقع نوشته شده، ولی این یه خورده صحیح نیست. اینجوری همین شتهن بهترین حالته. یه موقع میخوان خیلی دیگه با کلاس حرف بزنن، میگن که این بوخ و این دم بوخ شتت گشریبن،
یعنی نگاشته شده انگاری. این دیگه یه جورای خیلی کلاس بالایه، ولی اگه یه جای شنیدین بدونین معناش یکیه. حالا این در رشنون شتید ابا 35 اورو واس لوس. Ich bin seit vielen Jahren, مثلا میخوام بشونم من چند سال مشتریتونم ولی همیشه راضی بودم، این بار یه خورده خرابکاری کردین. Ich bin اسش با کوچیک باشه seit vielen اوپس چرا من امشب غلط میمیستم vielen Jahren. این seit میدونیم همیشه بعدش داتیو میاد، vielen Jahren میشه به خاطر همین seit vielen Jahren. چی هستم؟ ein مثلا من آقا هستم دیگه، guter Kunde، من یک مشتری خوبی بودم همیشه برای شما. یا میتونم بگم اینجا تکمیلش کنم بگم von Ihnen، یعنی برای شما یه مشتری خیلی خوب بودم. حالا بیایم نقطه رو برداریم von Ihnen، جمله رو ادامه بدیم با یه und. und war immer zufrieden، و همیشه راضی بودم از چیز کارتون. war میشه گذشته بودن، یا میتونیم بگیم und ich bin immer zufrieden gewesen. اینجوری هم میشد بگی که حالا من war نوشتم. حالا یه نکته ای من همینجوری مثلا زرد و سبزش کنیم. und ich war immer، حالا مثلا یه نفر بگه چرا نمیستم زهر سفریدیم، من خیلی ازتون راضی بودم. این اگر زهر رو بذارم اینجا انگار همین به زبون خودمون بگیم متلکی، انگار من خیلی راضی بودم ولی این بار خیلی خراب کردیم. توی آلمانی اگر نامی نویسید همیشه سعی کنید جوانب ادب رو رعایت کنید، حالا به زبان فارسی هم همینطور، آدم متلکی حرف نزنه. چون متلک بگیم اونم مثلا حالتون میگیره، به جای که امروز بفرسته دو روز بعد برات میفرسته، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. مثلا بهش بگیم که من پیش شما راضی بودم، نه اینکه خیلی راضی بودم اینا. یه جاهایی جوری بهتون بگم یه سری چیزها رو سعی کنیم فاکتور بگیریم که به قولن قضیه بیخ پیدا نکنه، خیلی راحت قضیه رو ساده بگیریم توی این کشور. پیشنهاد من، حالا بهشون خواهش میکنم که شیکنزی شیکنزینیا برام اینه نویه اوپس نویه ایران کورکت رشنونگ. حالا چه خوب میشه که اینجا این لاولو شیکنزی میه بیته اینه نویه کورکته شده شده ته اینه نویه کورکته رشنونگ، اینه نویه کورکته رشنونگ. بخاطر گفتیم حرف کلمه که آخرش او انگیه باشه 100% 100% آرتیکلش دی هست، پس این همیشه اینه نویه کورکت رشنونگ. آخرم همیشه جمله رو با یک میت فرویندلیشن گروسن تموم کنیم و تموم میشه میره پیه کارش. میت فرویندلیشن گروسن مثلا یاد. خب مرسی برای کامنت های خوبی که میگذارید، امیدوارم درس به دردتون خورده باشه و چیزهای خوبی ازش یاد گرفته باشید. من یک دو نامه رو سریع بخونم، امیدوارم نوشته باشین. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe bei Ihnen eine Hose bestellt.
Sie kostet im Katalog 30 Euro. Auf der Rechnung steht aber 35 Euro. Ich bin seit vielen Jahren ein guter Kunde von Ihnen und war immer zufrieden. Schicken Sie mir bitte eine neue korrekte Rechnung. Mit freundlichen Grüßen, Yadgiri. دوستدار همتون یادگیری تا ویدیوی بعد خداحافظ همگی باشه.